آقای کاظمی رفته رفته از کسانی که بازداشت شدن در جریان اعتراضات خبرهای بیشتری به دست میرسه راجع به این سه نفر و این پرونده مشخصا چه چیز بیشتری میدونید؟ بله، اون چیزی که در مورد این پرونده با توضیحات شما هم مشخصه اینه که خب در روز چهلم مراسم بزرگداشت چهلم مهسا امینی که در سراسر ایران تجمعات اعتراضی خیلی گسترده ای تشکیل شد، یعنی روز چهارم آبان در مشهد هم تجمعات گسترده ای برگزار شد، به طور خاص در منطقه احمدآباد. آقای مجید خوشمنظر و پسرشون امیررضا خوشمنظر در اون دو سه روز بعد از اون مراسم در فرودگاه مشهد در حالی که عازم سفری بودن بازداشت میشن و همچنین شهروند دیگه به اسم بابک زرین. مدت‌ها خانواده در بیخبری مطلق در اونها از اونها میمونن، حتی تماسی با خانواده برقرار نمیشه تا اینکه بعدتر مشخص در تماسی که با خانواده دارن مشخص میشه که در بازجویی ها متهم هستن به اینکه دسترسی ماموران امنیتی به دوربین های شهری منطقه‌ای که تظاهرات در اونها شکل گرفته مخدوش شده و ماموران امنیتی این رو به این سه نفر نسبت میدن. با توجه به اینکه آقای خوشمنظر پدر یعنی مجید خوشمنظر کارمند ارشد مرکز کنترل ترافیک مشهد بوده این اتهام رو بهشون منتسب میکنن. چند روز پیش کیفرخواست این پرونده صادر میشه که به طور قطع برای مجید خوشمنظر و پسرشون امیررضا اتهام محاربه در کیفرخواست قید شده. در مورد آقای بابک زرین هم اتهام محاربه قید شده بود اما وکیلشون گفتن که این اتهام رو در مرحله آخر برداشتن. هنوز مشخص نیست، دادگاه تا اونجایی که من خبر دارم حدود 10 روز دیگه برگزار خواهد شد، اما اون چیزی که اتفاق افتاده اینه که تا به امروز هیچ کس هیچ اسمی از این سه نفر نشنیده بود و این بیم رو افزایش میده که چند نفر دیگه در سراسر ایران هستن در زندانها که با اتهامای سنگینی مواجهن که میتونه منجر به صدور کیفرخواست محاربه و خدایی ناکرده حکم غیر قابل بازگشتی بشه. سپاسگزارم از شما مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از استانبول با ما.